به نام خداوند و عرض سلام به خبرهای ساعت 8 شب آریانا نیوز و آریانا با من احمد زبیر بیبزاده خوش آمدید. امروز جمعه 9 قوس سال 1397 خورشیدی است که برابر می شود با 30 نوامبر 2018 میلادی. در نخست سرخط خبر. متهم شدن ایران به سپردن اسلحه به طالبان، سپردن تسلیحات به مخالفان مسلح سی حکومت خود نشان دهنده فعالیت‌های شرفگنانه ایران است. گفتگوی طالبان با دولت، شرط احزاب بر تعویق انتخابات. صلح در افغانستان عملی شد و تعویق افتادن پلیس انتخابات خیلی کار چیز نخوب بدی نخواهد. با نشست گروه جی بیز در آرژانتاین. مشروع خبرها. امریکا میگوید ایران به طالبان در افغانستان، به حوثی ها در یمن و به مخالفان حکومت بحرین سلام میدهد. دولت ایالات متحده امریکا تسلیحات را به نمایش گذاشته که به گفته نماینده ویژه واشنگتن در امور ایران، ای از سوی تهران به طالبان، حوثی ها و مخالفان حکومت بحرین داده می شود. دولت آمریکا ایران را متهم می کند که به طالبان در افغانستان سلام می دهد. دولت این کشور تسلیحات را به نمایش گذاشته که به گفته آنان تهران در اختیار طالبان، حوثی ها و مخالفان حکومت بحرین قرار می دهد. سپردن تسلیحات به مخالفان مسلح سی حکومت خود نشان دهنده فعالیت های شرفگنانه ایران است که در شرق میانه و برخی مناطق دیگر صورت می گیرد. ایران از سال 2017 به این سو برای طالبان در افغانستان سلام می دهد. به گفته برایان هوک، ایران بی ثباتی را در منطقه دامن می زند. چیزی را که شما می‌بینید نشان دهنده حرکات خطرناک با روزافزون ایران است. اکنون امریکا با به دست آوردن این نمونه ها دست زیر علاشه نخواهد نشست و در این مورد از جدیت کار خواهد گرفت. آقای هوک از کشورهای اروپایی خواست تا مانع نفوذ ایران در منطقه شود. آمریکا ایران را متهم می‌کند که خلاف تحریم‌های سازمان ملل متحد به طالبان در افغانستان و حوثی‌ها در یمن سلاح ارسال می‌کند. ایران تا حال در مورد اظهار هوک چیز نگفته، اما پیش از این چنین ادعاها را رد کرده بود. گفتگوهای مستقیم گروه طالبان تنها با دولت افغانستان میتواند تأخیر در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را پذیرفتنی سازد. برخی از احزاب و چهره های سیاسی تاکید میبرزند در صورت صلح با طالبان را نسبت به انتخابات اولویت میدهند که دستاوردهای 17 ساله افغانستان رنگ ایدئولوژی طالبانی نگیرد. کمیسیون مستقل انتخابات اما در واکنش به گفته های تازه زلمه خلیلزاد میگوید که هیچ روند و تصمیم هیچ سازمان نمیتواند روی تطبیق برنامه انتخابات ریاست جمهوری تاثیر بگذارد. باعث حیات جزئیات می‌دهد. توافق صلح با طالبان اولویت واشنگتن نسبت به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری. نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان گفت که بهتر است نخست صلح شود و بعد انتخابات. این برای طالبان یک خبر خوب است که باید در روند صلح دوباره یک جا شوند و دست از کشتار مردم خود بکشند. اما این نوع نگرش در داخل افغانستان با دیدگاه های متفاوتی روبرو شده است. از دید برخی جریان های سیاسی دریچه روشنی برای آغاز گفتگوهای صلح با طالبان وجود ندارد. از این رو انتخابات باید اولویت باشد و بعدش صلح. هنوز تثبیت نیست، تضمین نیست که طالبان حاضر هستند با گفتگو با دولت افغانستان. در صورتی که حاضر نیستند ایجاب نمی‌کنه که ما از قانون اساسی خارج شویم. هرچند ایالات متحده آمریکا چند بار با گروه طالبان روی روند صلح گفتگو کرده، اما برای سیاستگران افغانستان تنها مذاکره زمینی تأخیر در انتخابات ریاست جمهوری را مساعد می سازد که مستقیم با دولت افغانستان باشد. جامعه جهانی با این جدیت که فعلا اونا هم آمادگی دارند که تشویق کنند، همکاری کنند که صلح در افغانستان عملی شود،
تعویق افتادن پروسه انتخابات خیلی کار چیز نخواهد بود، بدی نخواهد بود. طالبانی نشدن دستاوردهای 17 ساله افغانستان پیش شرط دیگری از احزاب سیاسی برای گفتگو با طالبان و ایجاد یک حکومت مشترک با این گروه می باشد. ایتو شده نمیتونه که ما دستاوردهای 17 ساله خود جامعه مدنی را، آزادی بیان، آزادی اتباع، حقوق شهروندی را همه را فدای به حساب مفکوره طالبانیزم بسازیم. کمیسیون مستقل انتخابات 31 ماه حمل سال آینده را روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرده و بیش از 60% کار آمادگی برای انتخابات را هم پیش برده. حالا میگوید هیچ نهاد و روندی نمیتواند مانع تطبیق برنامه های انتخاباتیش برای این روز شود. پروسه که در امر تطبیق برنامه ما مانع یا در مجموع در امر تطبیق برنامه ما مداخله بکنه، ما اجازه او را نمیتیم. ریاست جمهوری هم پیوسته برای برگزاری انتخابات در ماه حمل سال آینده پافشاری میکند و با بحث تاخیر انتخابات ریاست جمهوری سخت مخالف است. شما را از اعضای هیئت گفتگو کننده صلح و حکومت که سوی ریاست جمهوری گزینه شدند، از گماشته شدنشان در این برد مشورتی بی‌خبرند. شما را از افراد انتخاب شده میگویند هنوز هیچ اطلاعی از سوی ریاست جمهوری در پیوند به گزینش آنان به عنوان اعضای هیئت گفتگو کننده صلح شریک ساخته نشده است. در این حال جریان های سیاسی نیز از حکومتی بودن این هیئت انتقاد میکنند و میگویند که طالبان با چنین ترکیب هرگز حاضر به گفتگو نخواهد شد. شاهپور فرهمند جزئیات می‌دهد. بان که چیزی حدود یک هفته از رسانه‌ای شدن فهرست 12 نفره هیئت گفتگو کننده صلح و حکومت با طالبان می‌گذرد، اما شمار کسانی که نام‌هایشان در این فهرست آمده از گماشته شدنشان همچون اعضای این هیئت اظهار بی‌خبری می‌کنند و می‌گویند که ریاست جمهوری هیچ اطلاعی را در این خصوص با آنان شریک نساخته است. مونږ په کیو اما تروسه پورې موږ په دې جریان کې نه یو چې د خپل تقرر نم په جریان کې نه یو. د رئیس جمهور د جنو د مجلس په معلوماتو کې زما نوم هم ښکاره سوی ده. زه له دې نه مخکې هم په جریان کې نه وم، له دې نه وروسته هم لا په جریان کې نه یم. رئیس جمهور غنی از بهر گزینش این هیئت چندین هفته با جریانهای سیاسی، جامعه مدنی و بزرگان قومی ریزنی کرد، اما جریان های سیاسی ترکیب این هیئت را حکومتی و فاقد صلاحیت می دانند. در 17 سال آماده نشد با حکومت افغانستان اونا مذاکره بکنند. بنابراین هیئتی که فعلا پیشنهاد شده او هیئت از احزاب سیاسی، از جامعه مدنی، از بزرگان قومی، یک هیئتی که همه شمول و با صلاحیت باشه، طالبان با اتو یک هیئت مذاکره می کنند. افزون بر این طالبان در واکنش به گزینش این هیئت و طرح تازه صلح رئیس جمهور غنی در نشست جنوا هر گونه گفتگو با حکومت افغانستان و این هیئت را رد کردند. بعدا دیدیم که از کاست چیز دیگه برآمد، اونمو هدف خاص افراد مورد نظر خاص شکواب حکومتی هستند و در رأسش هم رئیس دفترش آقای سلام رئی میره. اینا تعیین کردن به قول معروف میگم مولا نصرالدین در دی جای نمیدادن، میگم اسم را در خانه ملک بسته کنیم. پیشتر رئیس جمهور غنی گفته که برای رایزنی با طالبان هیچ گونه قید و شرطی وجود ندارد، اما صلح با این گروه دارای قید و شرط هایی می باشد. آریانا نیوز و بنیاد انتخابات شفاف افغانستان در دومین برنامه همسو با انتخابات از شهروندان پروان پرسیده که چه انتظار از رئیس جمهور آینده در پیوند به بحران مهاجرت دارند. فعالان مدنی و سیاسی پروان از رئیس جمهور آینده میخواهند که برای پیشگیری از بحران مهاجرت برنامه های همچون اشتغال زایی، تامین امنیت و بلند بردن آگاهی عامه را روی دست گیرد. باز هم شاهپور فرهمند جزئیات میدهد. دومین برنامه همسو با انتخابات آریانا نیوز و بنیاد شفاف افغانستان با موضوع مهاجرت. راهکار یا پیشنهاد شما من حیث فعال مدنی برای حکومت افغانستان جهت جلوگیری از افزایش نبود کار و ایجاد زمینه شغلی برای جوانان چی هست؟ در سال 1398 چگونه میتونیم که امی جلو فرار از مرزها را گرفت؟
این بار از فعالین مدنی و سیاسی ولایت پروان پرسیده شده که برای جلوگیری از فرار جوانان و پیشگیری از بحران مهاجرت چه انتظاری از رئیس جمهور آیندهشان دارند. حکومت بیا امو پالیسی هایی را بسازه که مسئولیت های شغلی ایجاد شود، حمایت از سکتور خصوصی ایجاد شود، تامین امنیت صورت بگیره تا بتانه سرمایه‌گذاری صورت بگیره و برای مردم اشتغال زایی شود. و اعتماد سازی از اینکه نسل جوان بگونی برش اعتماد بده و اعتماد سازی کنه، دیگه تعویض علی نسل جوان صورت نمیگیره. دیگه در یک مجلسی که یک بزرگوار باشه با یک جوان بخیز صحبت کنه نگه که بسیار بی‌تربیه هستی. 40% مردم از این کشور بیکار هستن و این بیکاری باعث میشه که یک تعداد از افراد آنچه که اشاره شد قبلا مهاجرت میکنن. در این حال شک و تردیدهای نسبت به پابند ماندن نامزدان انتخابات ریاست جمهوری به وعده هایشان نیز وجود دارد. یا کدام احزاب سیاسی را چهره هایی را که ما شما میبینیم که از کاندیدای احتمالی در ریاست جمهوری خودشان را کاندیدا میسازند، یعنی در وجودشان این باور وجود دارد که بتوانن جلوگیری کنن از فرار مغزها؟ ممنون، لطف کردین خانم. و امتحانی را که در این مدت زمانی که 18 سال 17 سال دادین، آیا چطوری ملت میتونه که به این مردم باور بکنه؟ لطف کردین. این در حالی است که بر بنیاد تقویم کمیسیون مستقل انتخابات قرار است انتخابات ریاست جمهوری در 31 ماه حمل سال آینده برگزار شود. اداره حفاظت از محیط زیست تغییر اقلیم را یکی از عوامل جنگ و درگیری می‌داند. مسئولان این نهاد می‌گویند افغانستان در این اواخر از تغییر اقلیم و خشکسالی زیاد زیانمند شده و این مشکل تا چند سال دیگر هم ادامه خواهد داشت. وزارت زراعت می‌گوید خشکسالی اخیر در 22 ولایت مردم را با مشکلات جدی روبرو کرده و حاصلات کشاورزان کاهش یافته است. افزون بر ناامنی، تغییر اقلیمی مشکل دیگری است که افغانستان را تهدید می‌کند. اداره حفاظت از محیط زیست می‌گوید که تغییر اقلیم افغانستان را با تهدید جدی روبرو کرده و حتی باعث مشکلات امنیتی و درگیری شده است. جریان یا تغییر در موقعیت و وقت بارش ها و باران ها میتونه یک تهدید جدی بالای زراعت که ستون فقرات اقتصاد افغانستان تشکیل میده تاثیر بگذاره. گذشته از موارد اقتصادی، تغییر اقلیم همچنان میتونه که باعث بروز منازعات، تنش ها و حتی امنیت ملی را تهدید بکنه. وزارت زراعت میگوید تغییر اقلیم باعث خشکسالی شده و 22 ولایت را تهدید میکند. علفچرها، چراگاه های ما کاملا خشکید و مواشی در افغانستان با کمبود علفه مواجه شد. به این لحاظ در این زمان خشکسالی ها امسال بیشتر روی سکتور زراعت در یک تعداد زیاد از ولایت تاثیر منفی به جا گذاشت. از سوی هم شهروندان کشور حکومت را در مهار آبها ناکام می داند. آب افغانستان باید مهار شود، به صورت صحیح مدیریت شود. ما مثلا فعلا شهر کابل واقعا دچار مشکل است به لحاظ آب. دیگه سطح آب زیرزمینی بسیار پایین رفته و مردم دوچار مشکل هستند به لحاظ آبی. و حفر چاهای عمیق به شکل بسیار بی‌رویه و استفاده آبهای زیرزمینی بدون کدام تقید و مانعی باعث از اشته که عرض کنیم خیلی خشکابی دیگر اینجا ایجاد شد. پیش از این اداره حفاظت از محیط زیست هشدار داده بود که تغییر اقلیم برای نسل کنونی و آینده تهدید جدی است. اکنون فشرده چند خبر از جهان. نشست سران گروه 20 در بونس آیرس پایتخت آرژانتین برگزار شد. این نشست که در تدابیر شدید امنیتی و با حضور سران بزرگترین اقتصادهای جهان آغاز شد، شهر بونس آیرس رخصت شده بود. بحث نخستین روز این نشست توسعه منصفانه و پایدار است. افزون بر توافق‌های بازرگانی، مسائل مربوط به مهاجرت، تغییر آب و هوای کره زمین و امنیت از مهمترین محورهای دیگر این نشست خواهد بود. گفته می شود بسیاری از رهبران حاضر در این نشست در کشورهایشان با بحران روبرو‌اند و
این نشست را فرصت می‌دانند تا در عرصه بین المللی خود نمایی کرده و فشارهای داخلی را کاهش دهند. 19 کشور عضو و اتحادیه اروپا در این نشست حضور دارند. اروپا و بانک مرکزی اروپا نماینده اتحادیه اروپا در این نشست هستند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که وکیل پیشینش روز پنجشنبه پذیرفت در تحقیقات مداخله روسیه در انتخابات آمریکا به نمایندگان کنگره دروغ بگوید، دیدار خود با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در حاشیه نشست را نیز لغو کرده است. اوکراین بر سفر شهروندان روسیه به این کشور محدودیت وضع کرده است. پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین اعلام کرده که کشورش مانع سفر مردان روسی با اوکراین شده است. این اقدام پس از تشدید تنش میان دو کشور اتخاذ شده است. 4 روز پیش گارد ساحلی روسیه بر کشتی‌های نیروی بحری اوکراین در نزدیک منطقه کریمیا آتش گشود و 3 کشتی را با 24 عمله آن بازداشت کرد. روسیه در جنگ شرق اوکراین از جدایی طلبان حمایت می‌کرد. در این جنگ از اپریل سال 2014 تا حال بیش از 10,000 تن کشته شده. دوباره خوش آمدید. عدم حمایت سیاسی حکومت از اداره ملی نرم و استاندارد این نهاد را با مشکلات زیاد روبرو کرده است. مسئولان این نهاد با بیان این مطلب میگویند که شمار حلقات در کشور خلاف استانداردها فعالیت اقتصادی دارند و آنان نمیتوانند مانع فعالیت این حلقات شوند. مسئولان اداره ملی نرم و استاندارد میگویند که بخشی از کارهای آنها استانداردسازی زیربناها و ارائه خدمت معیاری بازرگانی در کشور است، اما با چالش‌های جدی زیاد روبرو اند. با گفته آنان تا حال 570 استاندارد به میان آمده، اما سالانه خلاف این استانداردها به ارزش میلیاردها دلار کالاها از کشورهای مختلف وارد افغانستان می شود. به باور آنان کمبود بودجه، نبود حمایت سیاسی و پایین بودن ظرفیت باعث شده تا نتوانند با زورگویان مبارزه کنند. ما حدودا تقریبا سال پار و امسال اوایل سال ما حدود 87 کمپانی را یا شرکت های وارد کننده را که بار دوم و سوم تخطی کردن ما وزارت مدام صنعت تجارت ذرای مکاتب رسمی معرفی کردیم تا آنها در قبال لغو جوازشان اقدام کنند. آگاهان اقتصادی به این باورند که حکومت برای جلوگیری از فعالیت غیر استاندارد افراد در سکتور اقتصادی باید از اداره ملی نرم و استاندارد حمایت جدی کنند. آنان میگویند با در نظر داشت استاندارد حقوق مستهلکان نیز تامین می شود. نیاز است که بیشتر هم از طرف حکومت اینا حمایت شوند و در زمین فرصت پیدا شوند که اینا بتانند در بازار رقابت کنند و همچنان فرصت هایی را که وجود داره او را به مشکلاتی که مردم داره او را در بازار او را کاور کنند. به باور آنان عدم حمایت حکومت باعث شده که در بازارهای کشور فعالیت های غیر استاندارد انجام شده و به مردم خدمت غیر معیاری ارائه شود. اکنون نرخ ارزها. یک دلار آمریکایی 75 افغانی و 80 پول، یک یورو 86 افغانی، یک درهم امارات 20 افغانی و 60 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 30 پول، 1000 روپیه پاکستانی 551 افغانی و 1000 روپیه هندی 1040 افغانی. اکنون وضعیت هوا. کابل آفتابی، بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 0. هرات آفتابی، بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 2. مزار شریف نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین 4. جلال آباد آفتابی، بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 10. قندهار آفتابی، بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 4. و سرانجام غزنی آفتابی، بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین منفی 5 پیش بینی شده است. سپاسگزارم از همراهیتان به خبرهای این ساعت. شبتان خوش. الله نگهدار. We'll be right back.